عبدشب رشته تقدیم میکند. ببان دست رو با چنبر. تو میفهمی چیکار میکنی؟ از تو میپرسی دارم که چیکار میکنم. اکنون تو باید بپرسی. تقدیمات از عبدشب رشته. تو سرداری که گده گشتی بود لیکن فایده نکرد. گستاخی تو دوباره برافزود. در این باره پسان مسلحت میکنیم. حالا بگذار که کارم رو بکنم. کاری تو همه با فرجام رسید دوستم. کارهای تو رو من دیگر میکنم. چیزی میگویم بکن تا ما رو مجبور نکنه که با سر تو تیر جای کنم. ماشینی که بیرفت ما رو تا به مانستانی شوالیه میبرد. بهترش ما رو بکش از آن که به تعقیب کردن مانعی بشوی. تو هیچ زحمت نکش. من خودم تو رو به مانستانی شوالیه میبرم. به تو خوش آمد الیف. در خانه دیگر مکیت های خوب ترن، شاید تو را متوجه بسازند. اگر خواهی جان به تو دیگر هایشان شامی دید. رونالد، التجا دارم، هرچی میخواهی من میکنم. تو تنها غم این کودک رو بخور. عیب است. تو مرا کشنده کودکان میحسابی؟ گمان کردی که آگاه نمیشوم؟ من نمیخواستم که کسی از سستی زندگی من چیزی بداند. من توکل کردم که هرچی بود و بود. تو حتی توکل کرده نترسیدی که از ما هم خلاص میشوی؟ جواب تو برای من بسیار مهم است. با جواب تو ندنها زندگی خود تو بلکه زندگی دخترت هم وابسته است. من در زندگیم همیشه سبب می جستم که تو فعلاً بتوانم دیگران رو دوست بدارم. الیف نخستین بار من رو یاد داد با دل دوست داشتن رو، نه با عقل و خرد. Thank you.
از میان این قدر کودک ها تو میتوانستی کودک دیگر را انتخاب بکنی. ما این دختر را برای اون میپروریدیم که پس اون بر ضد پول و دلیمدار استفاده بریم. لیکن چیزی رخ داد که نقشه خداوند نقشه ما را ویران کرد. من الیف را دوست داشتم. ما کازری داشته بودیم در مقابل دشمن از همه قطالمان. تو را از ما پنهان نگاه داشته بوده ای. تو فعل خودخواهی تو پولاد دلمدار توانست در صحبت با من بسیار گستاخانه رفتار بکند. ما می توانستیم که ها پیران را سرنگون بکنیم. مارگاریت، او به من توفه از خداوند است. التجا دارم او را از من دور نکنید. یعنی این توفه تو را بسیار نازک گردانده بوده است. وقتهای آخر تو تقریبا هیچ چیز برای ما نکرده ای. اگر تو میخواهی که باز دختری پولاد علیمدار را ببینی باید توری بکنی تا خواهر پولاد علیمدار ترکیه برود. رونالد لطفا به امر فرزند خدا و پروردگار باید همیشه سر فراری. به سهنشین را جایی بفرستید که اونجا اخیران بر اکیف را شنیده بودیم. نه، من سمت حرکت اون را تغییر نمیدیم. فاطمه، حیات اکیف در خطر است. اول ما باید تعقیب مراد را از دست ندهیم. اگر ما سمت حرکتی به پیلوت را تغییر دهیم، عملیاتمون برهم میخورد. فاطمه حق است این نورا. اکیف در این زمان راهبری کردن نمیتواند. راهبری به فاطمه میگذرد. دسته حاضر بشود. تو ما همون نقطه برویم که اونجا اکیف را گم کردیم. من دسته فرستادم اینورا. تو اینجا بمون. ما به تو احتیاج داریم. اگر تو درباره اکیف اندیشه بکنی بهتر است که اینجا بمونی. چی گپ است؟ علاقه با اکیف گم شد. از دنبال ما نیستیان کسی نظارت نمی برد؟ نه، ما با وسیطه موبسی نظارت داریم. چی گپ است ولکان؟ کسی به ما مانعی ایجاد می کند. ما تصویر را گرفته نمی توانیم. به ناحیه گذر. در ناحیه مانعی وجود دارد. ما تصویر روشن برداشته نمی توانیم. با فکرم وضعیت جدی است. در پسی باغ جنبشی است میبینید؟ ویستا باش، یک دختر بیهوش شده است. همه همون برایم، زود به او کمک کنیم. دختر رو جیغ زنیم، زودتر زودتر، دختر رو جیغ زنیم. یک طرف استید، یک طرف استید. چطور میکنیم؟ کمک کنیم، کمک کنیم. اوهیستا، اوهیستا.
پلیس است. همه جو پوری پلیس است. چکار میکنیم؟ او رو میبره. احوالش بسیار وزنین است. باید به بیمارخانه بریم. ایلا او رو میبریم. او رو برده نمیتوانیم. ما رو میدارند. هیچ کس رو نمیدارند. هیچ کار کرده نمیتوانند. با ما پلیس فشار میارد. بیاید ایلا رو میبریم. کسی که در وضعیت بد است با من بیاید. زودتر. زود باشد. زود باشد. دخترها در پیش پاسبانها هستند. کاری کنیم که ایلا و چینا را نبینند. خوب هستید خانم؟ اگر کمتری دیگر اینجا دارید میمیرید. شوید شوید را رو. این سخنهای تو چی معنی دارن دخترک؟ دیگر شما هم همین طرف به من مراجعه بکنید. فراموش نکنید. آی بسیار خوب. ایلا و چینر چی تورند؟ من خوبم. همه خوب است. فشارم اندک فرامده است. احوال ایلا خوب نیست. هرچی زودتر او رو به بیمارخانه باید ببریم. گمشته های پنهانی ما در گروه خبر رساندند که گروه با اسد قرارداد امضا کردند. آنها موقتا نظارت بالای دیگر سازمان ها را به ما واگذاشته در این منطقه و از این حساب هم با فاکتور انسانی و هم منطقا امتیاز را صاحبند. تو گفتنی که آنها جرایان صلح‌خواهی را شکستنی اند پس از آن که آنها صاحب نیروی دلخواه در سوریه خواهند گشت. آره، اسد کوشش دارد که ما را به جنگ بکشد و قسمت شمالی سوریه را به اختیار گروه که عملیات های اخواگرانه تشکیل خواهد کرد واگذاشته است. هم اسد و هم رهبریت گروه تا این وقت باید فهمیده باشند که ما هیچ به این دام گرفتار نخواهیم شد. ما در خود اول این جریان غلطی استراتژی صادر کردیم. ما باید طلب میکردیم که لشکر پس کشیده بشود و این شرطی اساسی برای ابتدای جریان باید میگشت. تو گفتن میخواهی که باوری مردم منطقه به دولت باعثی پیدا شوی تصورات گشته که دولت با گروه سودا دارد؟ نه، باوری برهم نخورده است. تو بلی چنین یک تصورات میانی مردم پیدا شده است که دولت گویا از پیدا شدن دولت دیگر چشم میپوشد. نیست کردن این تصورات چیزی عادی نیست. من میخواهم که این مسئله را به روزنامه مجلس بکشید. مسئله آذربایجان چی شده است؟ دولت آذربایجان حالا به مقصد نابود کردن دولت اولیگارخا که آن را در روسیه سازمان دادن عمل میکنند. فرمان ویژه پیر است که ما باید با تمام نیرویمان دولت آذربایجان را کمک بکنیم تا به همه گونه اغوا و دخالت راه ندهیم. روسیه در ارتباط با سوریه میخواهد تا جایی که امکان دارد طاقت ما را تاق بگرداند.
ما امکان نمی دهیم که برادران ما را در آذربایجان سوس بگردانند. خواجه، سمتی عملیات تغییر یافت. ما باید حتما دخالت کنیم. خوب، ما حتما دخالت میکنیم. عبدالحی در پهلوی من است. عبدالحی، تو فورا به اداره KGT برو. پیر آنجا به تو زنگ میزند و سپارش میدهد. یگان مشکلات شده است. اکیف را دستگیر کرده اند. عملیاتی به مراد ارتباط داشته در حالتی برهم خوردن است. از روی تو شده یکی از عملیات های بزرگترین ما تا به امروز تقریبا برهم خورده است. تو همین خیل قصاصی برادرت را میگیری؟ چی تال قصاص؟ تو هنوز هم در گذشته ای چی؟ من اون همه مرحله ها را گذشته هم دیگر. اگر قصاص گرفتنی نباشی، پس برای چی من را دستگیر کردی؟ بخاطر یک عملیات است این همه. شما حتی در خواب و خیالتون هم نمیبینید. من نسبت تو رفتار خوب نکردم و لیکن او عملیات من به همه چیز سزاوار است. ماهای دور و دراز مانستان شوالیه را تعقیب میکنیم و اگر تو پیدا نمیشدی ما همه اونها را نیست میکردیم. آرام باش اکیف، من به جای شما همه اونها را نابود میکنم. من هم ماهای زیاد استراحت نکردم. من دشمنی تو نیستم. اگر نقشه‌ای داشته باشی بگو، شاید هر دو عملیات رو به فرجام رسانیم. نقشه من عادی است اکیف. من تو رو به مانستان شوالیه میدهم و سزاواری باوری مایستر رو میکردم و نخستین فرصتی که فراهم میآید به سری و یک تیر میفرارم. تو خطایی خیلی بزرگ میکنی. این غلطی اولینی من نیست، پروا نکن. میبینی کی میاید؟ نگذار که مرا استنتاق بکنند. من بسیار چیز رو میدونم. گفته های تو به درد آنها نمیخورند. آنها دیر نمیزیند. جاهید، اکی پولاد زنده است. و من این رو میدونم. بیا توکل نکن. حلالت باد. تو را درست تعلیم داده بودند. تو باید با من باور کنی. اکی پولاد زنده است. او پیری نوین است. اگر با من باور نکنی اجازت ده تا زنگ زنم. ملاقات شما را تشکیل میکنم. وقتی زیاد نداریم. نزدیک میشوند. زود باش تلفنت را ده.
جناب، یک کاری مهم است. باید ملاقات شما رو با جاهی تشکیل کنم. خیر چی شد؟ من چی باید فکر بکنم؟ علاقه کنده شد؟ اکنون چی میگوی اکیف؟ اکیف من از او طرزهای به حقیقت نزدیک هنرمندانه را منتظرم. مرادبای، دیگر اکنون ما با هم دیگر بیگانه نیستیم. از چه هیجان دارید؟ بگویید. شرط نیست همه رو محفوظ داشتن. اگر درد دل کردن میخواهی، درد دل میکنیم میتی بای. راننده ای مرا شما کشتید. راننده تو عصبی مرا ویران کرد مراد بای. گذشته او برای ما بسیار تاریک نمود. ما خواستیم بدانیم که این خودی اوست یا کسی دیگر در بدن او. خوب یکان چیز فهمیدید برای خود. اگر از خودی من میپرسیدید من میگفتم اتان. او برای دولت دیرین کار میکرد. حاضر ما تو فایل شما وقت زیادی را برای آن صرف میکنیم که بدانیم که کدام استخبارات کی را به من گماشته میگرداند. پروا نکن مراد بایی، ما تانه و خوب کهنه را برهم نمیزنیم. جنابان، اکنون بی خبردار کردن من حتی نفس نمیکشید. بیا به عصبی همدیگرمون نرسیم مراد بای. تو آدم خلوت خانه‌ای، خلوت خانه‌ای. این سخنانی که تو برای ما میگویی هیچ به بران مناسب نیست که نیست. پس مرا مجبور نکنید که این گونه گپ‌ها را بگویم. گوش میکنم. همه کار را پرتوید و مرا گوش کنید. مقصد اساسی ما پروازگاه ها و راه های بحری است. در پروازگاه ها گمشته های ما هستند و ولی تو حضیر خبری نگرفتیم. بگذار یک از کاردیناسیا را با خدمات ساحل بری تشکیل کند. ما مراد را در کجا گم کرده ایم؟ انا اینجا. درآمد و برآمد شهر را تحت نظارت داریم؟ ما برای این کار کارمند دیگر نداریم. از خدمات به خطر یاری بخواهید. از اکیف یکان خبری هست که؟ ما
من با پیر صحبت داشتم. حالا ما با عکیف مشغول نمی شویم. با من فرمان شد که همه نیرو را با مراد سفر برکنیم. مایلش، من حیات جمعیتی را آغاز کردم، لیکن چیزی تغییر نیفت. من اکنون میتوانم به خانه برگردم و با دپرسیا گرفتار شوم. صفیه، من هیچ وقت تو را در این حالت ندیده بودم. من این رو تماما خوش ندارم، دانسته باش. انتظار نیستم که تو مرا بفهمی. مارگاریت تئودورا، زنی استوار، تو کجا و دپرسیا کجا؟ جانم، اعتراف کن، این حالتی تو برای مردی است که چند روز پیش به زندگی تو وارد شده بود و این تسلی هر دوی ماست که سبب حالتی تو از این است. این چه علاقه دارد؟ خوب، این هم تو اندازه تاثیر دارد، ولی حالتی من تنها از اون نیست. به اندیشه من این یکی از فاکتورهای بسیار مهم است. برای همین نهانی از تو کار کردم که از جک خواهش نمودم که در برای جاهید معلومات فراهم بیارد. مارگاریت، تو چی کار کردی؟ در کار نبود. وقتی تو چیزی رو که جک یافته از میبینی، اندیشت رو دیگر میکنی. جاهید؟ او برادری من کار میکرده است. برای چی با من چنین رفتار میکرده است؟ جاهید یا برادرت؟ هر دویشون. نمیدونم جانا. شاید برادرت رو تحت نظارت گرفتن میخواد. ها؟ بعد اینقدر سال؟ من نمیدونم او چی مقصد داشت، لیکن او جواب این رو میدهد. شما کیستید؟ ماشین رو گردم. از من چی میخواهی؟ به استانبول برمیگردی. من اینجا کار دارم، نمیروم. کارات به انجام رسید، گاز رو زیر کن. از دسته ایمو از حضره پینده خبر اومد. پویر از با پروازگاه رفته بوده است. اونها انتظاری فرمانی حجومند. نه، اگر ما دخالت کنیم پس ما نمیدونیم که جلسه در کجا برگزار میگردد.
فوراً مقرر کنید که تیاره شخصی از خزاره پندی کجا پرواز میکند. ما فهمیدیم که در سوریخ به زمین میفراید. او میتواند در هوا سمتی حرکت را دیگر کند. ما باید از پشتش نظارت کنیم. تو میتوانی تیاره را در هوا دنبالگیری بکنی؟ میسنجم. همه آدمانی خدمات ما را در اروپا به پا خیزانید. بگذار آمادگی بگیرند. ما رو تعقیب میکنند. گاز رو زیر کن. اینها کی باشند؟ هرچی که باشند تو ما رو فاش کردی. ما رو فهمیدند. نزدیک شو. تنها راننده زنده میموند.
بیا برخیز. مرا برده نمیتوانی. میایم تو میاری، زود باش. ما اینجا میمیریم، تو بیرو. امداد، تو چرا نزدی سرتراش نرفتی؟ او نزدی کدام یک سرتراش پل پرست می رود؟ یا خودی تراشدن عادی 5 سال دیر است. منیکیور، پدیکیور باز 1000 نغمه دیگر دارد. چنان مبلغ طلب می کند که با آن می توانی ماشین بخری. امداد رو برو یک استا است. برو درستکک بیتراش. تو هم گفتی ها اکا. تو سوگندی ما رو فراموش کردی چی؟ چخیر سوگند؟ ما مگر سوگند نخورده بودیم که تو اسد استخ نمی فروید. تو ما قصاص ما را نمی ستانیم، رشای ما را نمی گیریم. به خدا که من این خیلی سوگند نخوردم. اگر تو چونین سوگند خورده باشی من نمی دانم. تو که آخران بار قسم یاد کردی قره؟ بخیر است دوستم. تو قسم خور که اگر من تو را پرسم راست میگویی. قسم خوردنی من شرط نیست. تو همین خیل هم چیزی میخواهی بپرس، من جواب میدیم. امداد، ما را چند لحظه تنها گذار. من لیکن بسیار ترسیدم که شاهدی لحظه قول و قسم نگردم. تو درد داری قرار ولی نمیگویی. من وظیفه دار نیستم که همه گپ را به شما بگویم برادر. مرا چند ماه استنتاخ کردم. من تو را خوب شناختم. تو هیچ بیهوده محزون نمیشوی. تو درد حتما داری. درست ارکان، من مشکلی دارم. اون مشکلی تویی. تو بسیار بهودگویی میکنی، فهمیدی؟ بابای عمر، شما چند روز است که اینجایید؟ خیزید بابای عمر، به خانه روید. من با خاله نظیفه اینجا میمونم. دخترم، من در خانه تنها چیکار میکنم؟ خانومم که اینجاست. خواهرت با تو زندگی میکرده است. تو باید با او مشغول بشوی. آخر به کجایی که نروم خوشم دائم به شما است. خوشت به ماست، لیکن دلت به پولاد است. به خودت ضرر میرسانی. به امیدی گذشته زیسته ممکن نیست. بابای عمر، گذشته مرا چنان عذاب داد که اکنون از زندگی آینده سخت در خواتیرم. چی تبری اپا جان؟ خانم، این دختری خوشحال و بی‌پروا میگوید که خواهر شماست. کنیگویی چی واقع شد؟ نه خود مرا همین قدر پزمون شده ای؟ خواهد خیر، من همین رو خوش دارم. انسان مگر اپاش رو خوش نمیکنم. خوش آمدی دخترم، تو در وقتش رسیدی. شفای کامل. خوش آمدی دخترم. اپای تو من را گوش نمی کند. شاید تو را گوش کند. کنی گوید بابای عمر، کای من شما را گوش نکردم؟ همین حاضر تو گوش نکردی. دخترم، اپات را بیرون ببر، کمی هوای تازه بگیرد. کنی بیاید رفتیم. این فرمانی سرداری کلانی کلان است.
رفتیم. برای چی ما رو فروختی جاهید؟ بر ایوازش چی میگیری؟ تو بسیار کنجکاو بوده یکیف. اگر این رو دانستن تو بسیار مهم باشد، من زنده ماندنی تو رو از آنها طلب میکنم. تیاره واقعاً به سوریخ نمی رود. کنی حساب کنید سوزشواری اون تا به کجا می رسد؟ اگر ظرف سوزشواری پر باشد کجای می خواهد می تواند رفتن؟ و کجا شد؟ تیاره را گم کردیم. چی طور ما اون را گم کردیم؟ چه بازی داری؟ جناب، اونها سیستم رادار ما را نیست کردن می توانند. خدا گیرد این رادارو تکنولوژی و بازیچه های شما را. ما حالی تا آمدن مهمانان وقت داریم. اگر خواهید روزنامه ای جلسه را بررسی کنیم. در کار نیست. تا آمدن استاد من استراحت میکنم. من به این خود باوری تو قائلم مراد بود. اگر یگان نفر دیگر در این کار به جای تو می بود، از ترس و حراس در جایش دیر می لرزید. مطمئن باش، بران آدمی را که دیر می لرزد انتخاب نمی کند باید است. استراحت خوب. کاندنسیونر کار نمی کند. به فکرم باید کسی رو فرستی. در نزد در شما نفری استاده است که 24 ساعت در خدمت شما است. تشکر.
آدمی که آوردی اکیف است. او پولاد علیمدار را کشته است، همین طور؟ آره. بسیار خوب، ولی برای چی این کار را کرده است؟ تا که سیری پیران را از شما نیهان بیدارد. پولاد علیمدار فودید تا همه سر را با خود به گور ببرد. تو باور داری که آن چیز را که ما میخواییم او میداند؟ من گمان نمی کنم که او همه چیز رو می داند، ولی هرچی او می داند و می گوید آغاز خوب خواهد بود. دست کم او یکون اعضای هیئت رو می داند. اگر ما می توانیم آن چیز رو که تو گفتی از اکیف کشیده بگیریم، پس اثبات می کنی که به تو باور کردن ممکن است. تو خودت را در آینده کجا دیدن می خواهی؟ با اندیشه من تا این وقت در ترکیه نیرومندترین آدم پولاد علیمدار باید باشد، ولی بعدی با شما شناسایی پیدا کردن فهمیدم که حتی دست راست شما از او نیرومندتر است. من می خواهم که در آینده صاحب کرسی شوم که حاضر شما در آن نشسته اید. من آدمان حریص را بسیار دوست می دارم، ولی برای در این کرسی نشستن تنها حرص کفایه نمی کند. باید خداوند تو را در این کرسی بینشاند. در این زندگی چیزهای را من اثر گذراندم که دیگر اکنون تنها به نیرو باور دارم. بگذار جاهیدم در استنتاق شرکت بکند. او ترک ها را از همه بهتر می داند. شب را اشته تقدیم میکند. طلحه تو در کجایی؟ از پی کارم، به اکیف پیوست شده نمیتوانم. اکیف رو داشتند. چی طور داشتند؟ کی داشته است؟ نمیدونم. احتمال قوی میرود که مونستان شوالیه. فاطمه، من در شویتسریم، آدمانیم رو مردن. من باید زودتر برگردم، تنهایم. تو در کدام شهری؟ در سوریخ، در یک بیشه هم. با آلمان بیا. از نو با ما تماس بگیر. من یک دسته ای رو میگیریم، تو رو میگیرم. مایلش.
جناب ما مراد را گم کردیم. من میدونم. من با پیر صحبت داشتم. پولاد علیمدار پیش از مرگش با بدن آدم مارگریت جیک خبرکش نصب کرده بود. با سیستم عملیات ما مشکلی را ایجاد کرده است. پیر با سیستم شما وارد شد و دیدن سیگنال رو به ما امکان پذیر گرداند. جک یک دو ساعت پیش از سوریخ برآمد. شاید با مارگریت ادورا به ترکیه می آید. پیر اندیشه دارد که جلسه در ترکیه خواهد شد. آره. آنها خواستند که ما را فریب دهند با بردن مراد به پروازگاه. بله مراد هیچگاه به طیاره ننشسته است. وقتی که جک اینجا شد عملیات را آغاز میکنیم. آماده باشید. تئودوراکیس، آمدن شما هیچ شرط نبود. ما کردیت شما رو پذیرفته بودیم. دوست عزیزم، من اینجا برای کردیت نامدم. یک پیشنهاد دیگر دارم اگر شما رو متوجه میگرداند. من شما رو گوش میکنم. ترکیه کشوری است که من در آن خواهش سرمایه گذاشتنش دارم. سرمایه گذاری در صاحب سکتوری بانک بسیار جالب است. اگر به یک خلاصه بیاییم، من میخواهم بانک شما رو بخرم. ببخشید کنجکاوی مرا، لیکن کسی چند روز پیش به سراغه کردیت می آید امروز بانک خریده نیست. چه تغییر در میان این چند روز به وقوع پیوسته است؟ یعنی من دشواری را حل و فصل کردم. فهمیدم. ولی ما نیت چیزی را فروختن نداریم. فقط شما را همیشه انتظارم اگر دشواری آیدی پول نقد پیدا شود. من میخواهم چند روز دیگر در هوای زیبا و فارم استانبول حلاوت ببرم. اگر فکرتان را تغییر میدید شتاب یافتن مرا خودتان میدانید. استراحت با فراغت میخواهم در استانبول. این مثل اینکه بهشت است برای هر سیاح. من خودم را اینجا مثل اینکه در خانه ام باشم احساس میکنم. بسیار آسوده ام جنابی سری. ترگوت لابای جناب، از کجا این حریف پول پیدا کرده است؟ نفهمیدم جناب. از کجا این حریف اینقدر پول پیدا کرده است که به من چنین با وقار گپ میزند؟ نمیدونم جناب. برای چی نمیدونی ترگوت؟ فورا معاین میکنم. البته کاری او همین طور است. همه را محزون میکند. خانم، مرا محزون گردانده باشد هم من این کارمود را مثل عبدالحی و ارهان و جاهی ترک نکردم. بفرمایید. آه
میل. خوش آمدی دخترم. خوش باشید. ما کوشش کردیم که با تو تماس بگیریم ولی سراغت رو نیافتیم. برادرم میدونست خیلی با من تماس بگیرد، چرا از اون نپرسیدید؟ دخترم تو خبر نداری؟ از چی خبر ندارم؟ برادری تو با او چی شده است؟ خداوند باقی عمری و رحمتو نصیب گرداند. الله تعالی التجا میکنم مشکلی نزدیکان ما رو آسان بگردم. برای سینتاق آماده ایم. نایب کیست؟ علی. علی را از کجا یافتن ممکن است؟ بیمارخانه. کدام بیمارخانه؟ نمیدونم. با من درباره علی نقل بکن. علی بسیار نیرومند است. او در عمرش تنها یک بار به زمین افتاده است. تو درباره چی میگویی؟ این در میانه ای راوندی ششم بود. چشمی راستی علی ورم کرد. قریب پوشیده شده بود. فریزر زود به شانه او یک مشت فراورد. علی دیده نتوانست برای که چشمانش پوشیده بود. از ضربه سخت او به زمین افتاد. فریزر به گوشه خود بیرفت و به طور رینگ پرو زد. علی به زمین افتاد و داور به حساب کردن شروع کرد. علی تنها باری نخست به نکاو دفتیده بود. او میدونست که میلیون ها آدمان او را توسط تلویزیون تماشا میکنند. او نمیتوانست امیدی آنها را از خود بکند. در لحظه های آخیر با اراده متین با پاخیز بس هست. او را خوب آموزاندم. تو فکر کردی که او زود بگب می دروید. حجم دارو را زیاد کنید. آنها در طرف خانه میمانخانه خوراکشان میکنند. من انتظارم.
هایدر، ما کی تصویر نوار رو میگیریم؟ کم تری دیگر مونده است. ما گرفتنی نوار رو آغاز کردیم. خودتان رو اینقدر نخورید. ما دیگر فرصت دانستنی جای برگزاری جلسه رو نداریم. ها انا همین جا میبینی؟ به شرف ها، شما اینجا رو با چی تبدیل دادید به اجازت ما؟ یعنی آنها بسیار انتظار بودن تا عالم پولاد علی دور رو عوض کنن. عبدالحی این رو با اینو بد بگیر، در یکانجا استفاده میبری. بایدش شروب، تو او رو نگذار. نزدی من هم آمد، تنها تو نامدی. عبدالحی، تو باید مورد شناس باشی و تعامل را رعایت بکنی. من با عنوان از تو بالایم، لیکن رنجوریم را از چیز هیچ اظهار نمیکنم. شروب، تو جا را به فیلم نامه نویس نشان بده. خب تو میبینی همه چیز تغییر یافته است. اولها این همه چیز اینجا نبود. تو حالا با چی مشغولی ارهان؟ فیلم نامه نویس باز چیگه پست؟ من قرض برادریم را به اکام پولاد ادا میکنم. تو هم از اکا بسیار قرض داری، همه آن را من به ذمه خود گرفتم. تو باز چیکار میکنی ارهان؟ پس آن من ضامن تویم. کاری تو آمد کرد، تو فعل من شهرتمند میشوی عبدال. خیر چطور؟ مرا از آنجا برار، من سزاوار آنجا نیستم. برای همین تو را خوردکک دادیم، آرام بشو. بجای جاهید من یک خرگوش رو میگذاشتم، اما به شأن اکا خوب نمی شود. چنان که گفتم اینجا بسیار تغییر یافته است. خوب اکا، تو در رست جای دیگر را به من نشان داده بودی. آنها به اجازت اینجا را تغییر دادن جانم. ما همه را مثل اصل قدیمش میگردانیم. ارهان، من تو را میفهمم. تو چیزی باید بودی اکا کردنی، لیکن تو پروا نکن، من قصاصی اکا امرو میستانم. من برگشتم با باپیران کار میکنم. اگر تو باز برگردی، ما باز نیرومندتر میگردیم. عبدالحی، بر ضد امپریالیزم تنها با سلاحی در دست نمیجنگن. باز فرهنگ، موسیقی، کینه و دیگر و دیگر هست. این همه چیزهای بسیار مهم است. بسیار نیتی خوب کرده اید. نقش اکا رو با کی میدید؟ جست و جو داریم. اگر من 20 کیلو پرتایم، به حد 10 سال جوانتر می نمایم و از من خوبتر کسی دیگر رو نمی یابید. لیکن خودی ما رو کی بازی می کند؟ من کمتر فربه بشوم، خود رو با گلی صد برگ آرا و تارا بدهم، دهانم مثل دایم خندان بگردد، حتما تو رو بازیده می توانم ارهان. جناب، می بینم شما بسیار مسروره. این یکی از روزهای بسیار مهمی ماست. بچه های نوی ما با مقامات والا من ملاقات دارند. گمان میکنم که جلسه با معرفی منطقه های گوناگون اکتفا میکند. اول ما تو رو با بران های منطقه های گوناگون شناس میکنیم و شر میدیم که کار در حد فدرالی چی طور است. پس آن شما با دیگر بران ها به کنسیلیوم معرفی میشوید. مراد، اکنون نماینده یگانه ما تویی. تو تنها یک کمبودی داری و ما میخواییم تو آن را اصلاح بکنی. جناب، فهمیدم منظور شما چیست، ولی پس از سری زنم زنی را دیگر پیدا نکردم که آن را لایق خانه‌دار شوی بشمارم. ما برای تو یک شخص سزاوار را یافتیم. به نزدیک مارگاریت تو را با او شناس میکند. جناب، من معین کردم که یونانی ها از کجا پول یافتند. چرا تو انتظاری؟ بگو پس. پول را یک بانک اروپایی جدا کرده است، ولی منیجرش روس است. کی؟ الیگارخی روس، هم بازی جناب مراد در بخش نفت و گاز.
ایگر. آره جناب. جناب، بندیش شما برای چی شریکی ما پیش کاری ما را گیرید؟ شریکی ما به نزدیکی در میابد که چطور اون ناعلاج و ضعیف است برای مانع شدن به کارهای من. به تیادورا که زنگ بزن و بگو که من این بیگو را دعوت دارم. میخوایی که باقی مونده عمرت رو همین طرف سپری بکنی؟ باید چی طرف سپری میکردم؟ فهمیدم او رو خیلی دوست میداشته ای، ولی در این دنیا آدمانی دیگر نیز موجود هستن که آنها رو هم دوست داشتن ممکن است. برای من همین طور. تو این خیلی گپای با آدابانه نگوی، در آینده مجبوری که آنها رو فرو ببری. کاش که فکر میکنی من بی پلو زندگی کردن نمیخواهم، اما من او رو فراموش کرده نمیتوانم، از سرم دور کرده نمیتوانم. به فکری من تو خودت او رو فراموش کرده نمیخواهی. اگر میخواستی دیگر وقتت رو با آدمونی نزدیک او نمیگذاروندی. گوش میکنم بابای عمر. کای در کجا زندگی میکرده است؟ مایلش بابای عمر، حاضر میروم. من باید هرچی زودتر بیروم. با بیماری گنجیز شده است. خواهر پولوت آمده بوده است. تو بازدید، تو بازدید. آه پوزد بای، اینقدر زیبا شدی. بیاید برخیزید، این بگو از حساب من. زنده باش، امروز من تو از پا زدنم میرخصم، در تنی من دیگر آب نمیموند. بیا برویم قره، شاید غبار دلت رو میبراری. تو همین خیل فشار دادن میگیری به من. من چی غبار دل میبراوردم؟ بیروید خودتان، چطوری که میخواید غبار دل برارید. بیاید بیرویم، بگذار قرار فکر بکند، حساب و کتاب بکند، همین طور نه؟ که ببینیم پس من ما قرض دارم یا وای. امروز یکی از روزهای مقدسی تاریخ 3000 ساله ماست. خداوند در روی زمین با یاری به بنده های برگزیده خیش فرمان فرمایی میکند. امروز به برگزیده های او باز یک کسی دیگر همراه شد. مرادرگون یکی از خوشبخترین ها میان ماست. به او یک شرفی بزرگ میسر گشت که شبان سرزمین بگردد که در آنجا برگزیده های خداوند چشم به عالم کشادند. مبارک باد میگوییم. من این قدح دوستگانی را برای بران نو شرق نزدیک میبردارم. همه سر و اسرار موجودیت ما، سرمنشه ما در نهاد این قدح نهفته است. هر کی آن را می نوشد جاوید خواهد گشت. آه سری، این چه خیلی زیباست، لیکن تو همیشه ما رو با بازیچه ها. تو چه ها میگوی جانم؟ من تو را چون بود پرستش میکنم.
جای تو در دل من مخصوص است. باور کنم؟ باور بکن، باور بکن. این یونانی برای من بسیار مهم است. به هر راهی که باشد او را من باید مطیع خود بگردانم. اگر تو واقعا مرا پرستش میکردی، تو کردن این گونه کارها را از دیگران میخواستی. جانم، این آخرین بار است. من به تو وعده میدم که تو دیگر هرگز چنین کار را نخواهی کرد. تو جدی میگویی؟ وگرنه قول نمیدادی. من بسیار جدی میگویم. جناب، مهمونتون اومد. من گمان میکنم که شما فکری خود را دیگر کردید وقتی که جناب ترگود به من زنگ بزد. آره، ما در باره کار فردا صحبت میکنیم. امروز ما خوب استراحت میکنیم تا فردا بتوانیم که به یک توافق درستر برسیم. من میخواهم تنها با هر دوی شما صحبت داشته باشم. شما دو برانی هستید که از همه بیشتر با همدیگر همکاری خواهید کرد، چون که کشورهای شما همسایه‌اند به یکدیگر. میان دولت دیرین ترکیه و دولت دیرین روس‌ها مدت مدید نافهمی‌ها برای آذربایجان و دیگر کشورهای ترک نشین موجود بود. هم اکنون با او مسئله سوریه باز افزوده است. شما مناسبت میان ترکیه و روسیه را چطور دیدن می خواهید؟ من آنها را همچون جفت دیدن می خواهم. جفتی از هم جدا شده که باز به همکاری به هم می پیوندند و از آنها فرزندان ماندند. فرزندها این دولت ترک زبان است، ولی من نفهمیدم مرد و زن کیست. تا آخرهای عصر 17 ترک ها فرمان فرما بودند، ولی 400 سال آخر ما میتانیم بگوییم که روس ها در این گرد و اطراف برتری دارند. ما همراه مناسبت آنها را به یک شکل میداریم. برای ما ترکیه بسیار مهم است. ما مناسبت های همه جانبه فراخ داریم. اگر اجازت باشد من با این منطقه همسر و کار گیرم. به اجازت ما این کار به شما بسیار مشکل است، ولی میبینم که جناب مراد باشد. شاید بس بوده که این قدر گپی بسیار. من یونانی آموختن میخواهم. شاید تو مرا یاد میدهی. البته چیزی که تو گویی نازنینی من. بیا رفتیم. ترگود، همه چیز حاضر است؟ حاضر است جناب. تو برا. صفیه، چی گپ شد؟ برادرم مرده است. م.
بسیار غمگین شدم. خودت خوب هستی؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم مارگریت. سولیونی دروز گویو که او نبود. ما تنها چند بار گفتگوی تلفنی داشتیم و خلاص. ولی وقتی که خبر مرگ او رو شنیدم دلم یکی در ته زد. برادرت شاید از خود تو رو دور می داشت که عذاب نکشی. نه، من از او چند سال پیش دوری می جستم. من چیزی رو که او می خواست، جایی رو که او کار می کرد خوش نداشتم. دوستش که می داشتم خودم از او برفتم. می خواهی من با تو بمانم؟ نه، من می خواهم تنها باشم. دارو می خورم و خواب می کنم. خوب جانم، اگر به تو لازم شوم همیشه می توانی زنگ بزنی. مایلش. ما می برویم، ماشین رو آماده کنید. سلام. بفرمایید خانم. صفیه قرخانلی. حاضر میبینم. حجره 406. تشکر. هیچ گپ نه. آکا، اون چی رو که من میبینم تو هم میبینی؟ دادستان اونجا چی کار میکرده باشد؟ هایدر، تو خانمی دادستان رو دیدی؟ دیدم اکا. خانمی دادستان، از برای خدا تلفنات را کشا. گوش میکنم عبدالحی. خانمی دادستان، تو باید فوراً از اونجا برایی. نفهمیدم عبدالحی. الو. برو از اونجا. نفهمیدم. الو. میشنوی مرا؟ ها، اکنون میشنوم. فوراً از اونجا برو. زود باش. تو چه ها میگوی عبدالحی؟ دست جوهد نجوم، زود به پلیس زنگ زنید. من دادستان. سلاحت را فرار، دیگر پولاد نیست که تو را نجات بدهد. تو رفت میگویی. دیگر یگان کس برای کشتن تو مانع نمیشود. الیف کجاست؟
تو نغز میدونی که اگر سلاحت را بکار درونی هیچ گاه دیگر روی الیف را نمیبینی. خانم دوستان، سلاحت ها را فرارید، هیچ کس ضرر نبیند. نزدیک نشو. ما هیچ سببی گریختن از قانون را نداریم خانم دوستان، و هیچ ضرورت استفاده بردن سلاح برای شما نیست. با تو نزدیک نشو گفتم. مارگاریت، از اینجا بیرو. مارگاریت، از جایت نجوم. مارگاریت، بیرو گفتم. ایستو. همدشا برایشته تقدیم میکند. کوششی گپ زده نکن، حاضر همهش میگذرد. من آماده نیستم که تو را تنها گذارم. تو را در اون دنیا حیاتی بهترین انتظار است. تو به خداوند خدمتی صادقانه کردی، وقتی آن رسیده است تا مکافات عملت را بگیری. شامل آن زن میگریزد. حیاتی خانم دستتان در خطر است. ما تو پرانی داریم. من به تو نگفته بودم. تو حاضر سیستم به کار ندار آمده است. خدا بردارد این کاری شما را. این زن از کفی دستی ما گریخت. برایشته تقدیم میکند. تشکر. با من تماما نگاه نکن، من با تو گپ نمیزنم. خانم، با فکرم خطا کرده اید. عیب شد، من با شناسم جنگ کردم، گمان کردم که ماشینی اوست، برای همین هم نشستم. اگر خواهید به جای لازمه من میبرم. نبضش بسیار بلند شده است، تو باورده نمیتوانی. اگر تو باز نصیحت کردن را دوام میدهی، سلامتیت بسیار بد میشود. گفتم را بکن. حاضر مایستر میآید، باید با او چیزی بگویم. با کجا؟ حاجت خانه. تو چی باز اینقدر بیقرار شدی؟
نایب کیست؟ نایب کیست؟ عبدالحی با فکرت راست میگوید؟ شاید که او راست گوید. تا آخری جلسه کوشش کنید چیزی بفهمید. خوب شد است جناب. پیرنو کیست؟ برای چی جواب نمیدهد؟ چی او پیچر پیچر دارد؟ دارو را زیاد کن. اگر تو این آدم را میکشی ما چیزی از او فهمیده نمیتوانیم. من از تو نمیپرسم که چی باید بکنم. تو میدونی که من چقدر توکل کردم برای آوردن این آدم. آفرین، تو کاری بزرگ را انجام داده ای. ولی تو حاضر بمان تا که من کاری خود را انجام بدهم. اگر اکیف میمیرد تو با مایست را جواب داده نمیتوانی. دارو را زیاد بکن. خوب، خودتون حل کنید. پیر کیست؟ خون از کجا؟ تو اقلت را خوردی چی؟ من به تو امکان داده بودم که بگویی، لیکن تو خودت را به دیوانگی زدی. تو را با پایرس چی میپیوندد؟ قرارم من شوخی نمیکنم. یا میگویی که چی گپ است یا یک تیر میخوری. انتخاب بکن. جناب، جیک مرد. ما مارگریت را گم کردیم. ما چیکار باید کنیم؟
کجا شدی اکیف؟ یگان اشاره بکن آخیر، خاموش نیست آخیر. دلش تاب نمی آورد، می ترسم که از کار می ماند. عبدالشاه برایشته تقدیم میکند. تقدیمات از عبدالشاه برایشته.